عالمان صحه طب معین نمودند که در طبیعت یک قطار بیماری های وابسته به موسم سال خروج میکنند. عادتا در فصل زمستان بیماری های ویروسی راه های نفس از جمله زکام زیادتر مشاهده میگردد. نوابسته از سن و سال هر سال در جهان از این بیماری آدمان زیاد رنج میکشند. با قول طبیبان برانگیزنده اساسی این بیماری ها ویروس میباشد. زکام بیماری ویروسی بوده دوامناکی آن دو هفته یعنی 14 روز را در بر میگیرد. ما در این مدت آن را تبوبت کنیم هم میگذرد و تبوبت نکنیم هم میگذرد. ولی فرقیتش در آن است که اگر آن را تبوبت کنیم پوره نیست میشود. ولی اگر تبوبت نکنیم نشانه های اول یا خود بیماری زکام میگذرد و عارضه هایش باقی میمونند. بیشتر التهاب شش، التهاب پرده گوش، برانکیت شدید از جمله عارضه های زکام هستند که می توانند شکل مزمن را گیرند. سبب اساسی بیمارشوی سست شدن قوای محافظتی ارگانیسم است. چون قوای محافظتی سست شد، جسم انسان به همه گونه بیماری از جمله به زکام نیز زود گرفتار می شود. از این خاطر اول بنیه انسان را باید مستحکم کرد. زکام بیشتر در هوای نمی، فصل های زمستان و بهار پیدا می شود. همچنین شمول دو طرفه می تواند سبب بیمارشوی گردد. اگر شخص گرفتار زکام خود را خوب نگاه بین کند، در دوام 7 روز بیماریش می گذرد. زکام با راه هوای قطره‌ای از نفر بیمار به کسی صحت می‌گذرد. از این خاطر از روز اول نوشابه‌های گرم چون چای با لیمو و عسل با مربا نوشابه از گیاه‌های شفابخش می‌تواند پیش راه این بیماری را گیرد. نوشیدن چای خنک یا نوشابه‌های خنک دیگر سببگر گرفتار شدن به بیماری‌های وزین‌تر چون التهاب شش، درد گوش و گیمرد شدن می‌تواند. از این رو همه نوشاکی ها را در شکل گرم نوشیدن لازم است. اکثر وقت مشاهده ها نشان می دهند که شخصانی که به بیماری زکام گرفتار می شوند نسبت سلامتی خود اطرافیانش به توجهی ظاهر می نمایند. به اندیشه طبیبان شخصی که در آن نشانه های زکام به نظر می رسد یا این بیماری در حالت سبک و میانه قرار دارد باید در خانه تبوبت مخصوص بگیرد. عوض کردن هوای خانه و استعمال خوراکهای سرغذا یکی از راههای پیشگیری این بیماری به شمار می رود. اکثریت بر آن نظرند که نباریدن برف و باران در فصل زمستان باعث افزایش ویروس ها در طبیعت می گردد و از این سبب یک قطار بیماری های سیرویتی خروج می کنند. اما برخی از طبیبان چنین بیماری ها را به باریدن برف و باران مربوط نمی دانند. با گفتی آنها ویروس ها در حرارت پست هم در طبیعت وجود دارند. شخصی که به بیماری زکام گرفتار است طبیبان بودن او را در نزد ازدحام جایز نمی دانند. و رفتن بیمار را با کار و تعلیمگاه توصیه نمیدهند تا دیگران سیرایت نیابند و سلامتیشان را حفظ نمایند. هنگام بی اهمیتی نمودن و تبوبت و پیشگیری نکردن بیماری زکام ویروس آن به دیگر عضوهای بدن ضرر رسانده شخص را به بیماری های گوناگون خفناک دچار میکنند. در هوای تازه سیر و گشت نمودن یکی از راههای اساسی برقرار نمودن سلامتی به شمار میرود. برای پیشگیری از بیماری زکام باشد طبیبان توصیه می‌دهند که اهالی لباس‌های موسمی به بر نمایند و خوراک‌های سرغذا استعمال نمایند.